یک هفته با نگاه پر از لبخند در کوچه های دربدری بودم. در صفحه نخست تصویر او که دارا را در یاد من می آورد، وقتی آذر انار او را می دزدید، هر روز با من است. یک لحظه بود وقتی پرواز یک گلوله بیره او را کنار آذر در خون نشانده بود. یک هفته با خبر از آسیا به سوی وطن می روم. خیلی مجاهدان با دست لقمه بر می دارند از پاره پاره سفره افغانستان. فرمان قتل فروردین را عالی جناب طالب از دست گلبدین می گیرد و دست دست مزد بگیران رو سوی غزنه دارند. انگشت های زندگی با تیغ طالبان تحلیل می رود. فرمان شیخ را از لابلای ترمه خون بیرون می آورند. آنجا بر دار عشق بیحقی را آونگ می کنند. یک هفته با خبر می چرخم. از کوره راه های بدخشان تا روستای باغستان می گردم. هر سو نگاه می کنم آنجا بر سفره های نان جای شراب خون، جای سرود بانگ جنون جاری است. چنگیز دستور داده است هر جا که شاعری شعری به یاد ایران گفت، کامش به سرب داغ بسوزاند. یک هفته با خبر از کوچه های گم شده در مه تا شارع همیشه خورشید می روم. آنجا کنار بسفور باری دگر افندی چشم طمع به خاک عزیزم دارد. انگار این سلیمان سمزربه های اسب قزلباش را از یاد برده است. یک هفته با خبر ایران خسته من هر جا گلوله‌ای پرواز می‌کند، هر جا که انفجاری پایان زندگی را آواز می‌کند، هر سو که دوستت دارم مفهوم کفر دارد و شعرهای بی لبخند باران مرگ می‌بارد، ایران حضور دارد. یک هفته با خبر مردان ترکمن همراه با منند. در پنبه‌زارها، در بیشه های ساکت آبسکون، شب بر حریر شور کویری همراه با نسیم خراسانی مهمان بانگ نای بلوچانم. آنها که همچنان وقتی سپید سر زده است نوروز را خوش آمد می گویند. آنجا که سفره ها سبزینه از شرافت کوهستان دارد، سر می زنم به گیلان. میرزا هنوز منتظر است صندوق‌های رأیش را فرمانده سپاه به آتش کشیده است. یک هفته با خبر سر می‌زنم به کردستان، آنجا که کاک عبدالله بر قله‌های سر به فلک داده در جستجوی خاطره رستم از پاوت تا مریوان از سوز دل چراغ می‌افروزد. یک هفته با خبر از تنب و ابو موسا تا خارک می روم. هر گوشه نام ایران همرنگ آبهای خلیج فارس، بالا بلندتر از تاریخ در چشمهای شب زده پیداست. این سو خورشید از پشت شیشه های خبر سرریز می شود و صفحه سپیدم از لحظه های همسفری ها با خبر لبریز می شود. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 17 ماه ژوئن، 27 خرداد ماه. به شما سلام می کنم. اتفاقای جالبی افتاد. حالا راجع به فوتبال هم حرف می زنیم. عجله نکنید، حالا همه چیمون رو فوتبال گرفته. خیلی جالب بود، دیدم بانوی سال خورده نازنین
نگران ایران میبره یا نه. و کودکی، همه در این اشتیاق هستن. این یک واقعا این مسئله، این فیلمی که بچه های تیم ملی درست کرده بودن دیروز پخش کردم، خیلی رو من تأثیر گذاشت. حالا اون سرود قبلیش به خاطر اون علامت خرچنگ منو خیلی ناراحت کرد، ولی پرچم ایران زیباست، این شیر و خورشید توش هست، آدم لذت میبره. بعد این سرنگ اعتبار داره، کردستان سرنگه، میری توی تاجیکستان میبینی این سرنگ هست. حالا بعد حتما این توپال میذاشتن وسطش، این الله نیست. اگر حداقل یه الله درست خود. خدا چرا باید یه چیز اینجوری بذارید مثل خرچنگ، مثل خفاش؟ علامت سیکا رو باید میذاشتید، محترم علامت سیکا، اما برای خودشون نه برای ما. ما شیر و خورشید سرخ داریم که همیشه پایدار است و میماند، و طلایی، رنگای مختلف. خدایا، خدایا، جاهلان چه کردن بر این مملکت؟ چه کردن جاهلان؟ من اینو هزار بار دیگه میگم. و شاه عباس برای سیانت از حقوق ارمنیا اونو مینویسه، یا تو کلیسای جلفاشون روز 21 مارمزون شراب میروشد، 11 تا سفیر خارجی میرن و چیزایی که در باب این مراسم مینویسن تا امروز اسباب افتخار ایران. وقت ما با یه مش آدم نادان، یه مش وکیل ناوکیل ضد ملی روبرویم که هم وقمش رو 190 نفر وکیل درباره حجاب نامه دادن بیرون. چشمان پر از گناه و فریبتون رو حجاب بکشید، نه جامعه رو، نه آزادی ها رو که خدا به بشر. کجا خدا گفته خانم باید بره تو اون چارقد و چارچوب؟ تو افغانستان نگاه میکردم، آخه این حیوانات طالبان، پروسه انتخابات، ملتی علارغم تهدیدها با شوق میره تو انتخابات شرکت میکنه، طالبان میاد انگشت مرکبین رو میبره. نگاه کن بیشرافتی یه مجموعه تا کجاست؟ مردشور این اسلام طالبانی رو ببره، اسلام داعش، اسلام ناو محمدی انقلابی هر جورش و سیاسیشو، اون اسلام رأفت و رحمت انگشت نمیبره. نگاه کنید چقدر اینا پست و بیشرفن. پیرمرد با سختی صورت داد میزنه چه دردی کشیده، پا میشه میره رأی میده. ملا عمری که خود نماینده جانشین پیغمبر میدونه انگشتشو میبره. خدایا شر این حیوانات رو بگن. درود بر جورج بوش که حداقل اومد اینا رو از حکومت برداشت، حداقل اینو باید گفت بهشون. اگر لیاقت ملت ها ندارن دیگه اون مسئله دیگه است. تو عراق همه الان میگن آره آمریکا کرد، اما آمریکا یه دست گل تحویلشون داد. سال 2010 این بساط برچیده شده بود، آقای مالکی اووردشون. حتی بعد از 2003 اگر عراق آرام بود و درست بود، آمریکایی‌ها خیلی زودتر رفته بودن. مفتی عراق اومده نشسته مصاحبه میکنه. حالا میرسم به مسئله. ایراد ایشون از آقای سیستانی این نیست که چرا یک جهاد، حکم جهاد دادی که این حکم جهاد میتونه به جنگ مذهبی کمک کنه، نه اینو نمیگه. به آقای سیستانی میگه چرا وقتی آمریکایی‌ها بودن اعلامیه ندادی جهاد علیه آمریکایی‌ها؟ انا انقل لكم نص الفتوى حينما سئل عن الدفاع عن البلد وما حكمه الشرعي قال لا وجود للجهاد في زمان الغيبه فشيء اسمه جهاد في زمان الغيبه لم يكن لذلك دخل الامريكان ولم يحاربوا من قبل الشيعة. بله، اولا جهادی که آقای سیستانی این دفعه بهش اشاره کرد که غلطه، درست هم نیست، جهاد خود، جهاد کفایی بود، موقعی که بلاد در خطر میفته و مردم میرن از وطنشون دفاع میکنن، که البته اشتباه بود، برای اینکه الان مشخص شده فقط داعش نیست، هزاران عراقی هستن که از مالکی و عملکرد نادرست و ناسواب و پر از خیانتش عصبانیه. این تفاوت داره با اینکه آقای سیستانی بیاد
فتوا بده علیه آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها که اومدن ملت عراق از شر صدام راحت کردن، بیاد بهشون و ملت ایران رو، ملت‌های منطقه رو از شر صدام راحت کردن، فتوای جهاد بدیم که برن بکشنشون. نیازی به فتوا نبود. آقای قاسم سلیمانی این کارو می‌کرد. گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده این کارو می‌کردن. 4000 آمریکایی کشته شدن. اینا نیومده بودن عراق رو ویران کنن. صدام به همین یعنی مثل برف آب شده رفت تو سوراخ. این عراقی ها بودن که این نگاهی که آقا جان اومده شورای حکومتی درست کرده، تمام آدمایی هم که میبینی سالها با صدام مبارزه کردن، آقای علاوی، آقای حکیم، آقای فلان، آقای فلان، همشون هستن. و امریکایی ها میگن کشورتون بگیریم، ما میریم، ما آزاد کردیم دیگه میریم. نه تحمیل کردن، نه پایگاه گرفتن، نه فشار آوردن، پاشتن رفتن. 2010 عراق آرام شد. تک و توک این بر اون بر بود. نوری جواد المالکی است که باعث این وضع امروز هست. اینا رو قاطی نکنیم. آقای سیستانی بسیار کار درستی کرد، نباید فتوا میداد. چرا آمریکایی که اومده ملتی رو بعد از 30 سال از شر یک جنایتکار نجات بده باید علیش فتوای جهاد داد؟ چرا آمریکا رفت در افغانستان طالبان آدم خور رو از حکومت کشید پایین، بعد فتوای جهاد علیش داد؟ اگر امروز افغانستان مصیبتی داره، به خاطر مغز پوچ طالبانه، به خاطر نادانی و جهل ملا عمر و حامیانشه. ایمن و زواهری جانشین بن لادن که یه ذره شعور داره الان نگاه کنید دست از جهاد و بازی کشیده، حتی داعش رو محکوم میکنه در سوریه و در عراق. میخوام بهتون بگم این جنایتکارانی که به نام طالبان، طالبان زشترین پدیده عصره، کسی که انگشت انسانها رو میبره چون رأی دادن، چون خواسته سرنوشتش رو با صندوقهای رأی تعیین بکنه، این جانورها رو باید باشون مبارزه کرد. واقعا اینها، من اهل اعدام و کشتن این اصلا مخالفم، ولی این جانورها رو باید گرفت جادهای افغانستان رو صاف بکنن، اینا رو باید وادار کرد بیل بزنن بابت هر انگشتی که بریدن، هر سری که قطع کردن، هر زنی رو که سنگسار کردن، یه جاده بسازن. این حیوانات وقتی امان الله خان افغانستان رو در آغاز غرب دو اسبه داشت میبرد بیرون، یکیشون به نام بچه سقا، حبیب الله بچه سقا، پاشد اومد تو کابل با همین جانوران و آخونده و حیوانات، اونجا رو گرفت که زندیات باقر کاظمی مهذب الدوله در خاطراتش مینویسه که اینا چیکار اونجا میکردن. همین بساط طالبان امروز. یه خبر دیگه هم بهتون بدم. نباید در سیاست پیش بینی کرد، جام بلوری نداریم، ولی آقای دکتر عبدالله نگذاشتن که در انتخابات پیروز شدن، گوین که یه ماه دیگه خبر بود. ولی بنده اینجا با قاطعیت بهتون میدم آقای اشرف غنی برنده انتخابات افغانستان، ایشون برنده شدن و برای 4 سال به هر حال آقای کرزای موفق شد جانشینی رو تحویلش بده که از دوستان خود و نزدیکانش شد. البته آقای اشرف غنی آدم بسیار فهمیده است، یک کارشناس اقتصادیه، سازمان ملل قبولش داشت، ولی من همیشه آرزو دارم دکتر عبدالله رو در مقام ریاست جمهوری افغانستان ببینم. شاید کم زود بود، شاید زود باشه، هنوز مردم افغانستان قومگرایی رو رها نکردن، هنوز باید طرف پشتون باشه حتما. باری به هر حال دکتر عبدالله در دور اول انتخابات، با اطلاع دقیقی بهتون میگم، انتخابات رو برده بود. مانع شدن، 1000 بهانه تراشیدن، صدها صندوق رأی رو باطل کردن که دکتر عبدالله به 51% نرسه، اما او برنده انتخاباته، همیشه میتونه با غرور بگه ملتش او رو انتخاب کرد. ولی به هر حال باید آماده بشیم، آقای اشرف غنی رئیس جمهور خواهند شد. قبل از اینکه برم به مسائل عراق و مسائل دیگر اشاره بکنم، اولا واقعا میگم آقای روحانی تمام نیروتو به کار ببر، مانع از اعدام 4 سنی ایرانی بشه، 4 اهل سنت. آقای روحانی نگذار این نفرت مذهبی تا
تو این شرایط تو ایران گسترش پیدا کنه. دو عرب ایرانی رو کشتید، بیگناه، بیگناه، نه تروریست بودن نه جاسوس بودن، کشتنشون. آیا درسته تو شرایط امروز که این فضای عربی ضد ایرانی در جهان عرب درست شده و ضد شیعه، دو تا عرب رو اعدام کنیم بعد سه تا سنی رو؟ سوگند یاد میکنم، صادق لاریجانی جاسوس درجه اول خارجی است، جاسوس کشورهایی است که دشمن یک پارچگی و مصلحت ایران هستند. صادق لاریجانی مرد آلوده و فاسدی است که باید کنار زده بشه. گویی که قوه قضاییه همه فاسدن. طرف میاد میگه بله معاون اول قوه قضاییه، چرا اسمش رو نمیگه؟ چرا نمیگه آقای رئیسی؟ چرا نمیگویی رئیسی جنایتکار که سال 67 4-5 هزار نفر رو حکم اعدامشو داد با پور محمدی، با اشراقی؟ چرا نمیگی که؟ پس اسمشو بگو آقای محسنی جی، چون خودت آلوده تر از او هستی. ولی آقای لاریجانی مردم ایران به عنوان جنایتکاری که از روزی که قوه قضاییه اومده ماهی نیست که تعدادی از فرزندان ایران اعدام نشده باشن، یکی به عنوان که این بله خاندان لاریجانی، نگاهشون کنید، نگاهشون کنید، جواد و باقر و اون یکی علی و صادق و اینا، این یک دونه خاندان سلطنتی اومدن ایران رو به دست گرفت. و آقای خامنه ای دیروز هم گفتم شگفتی زدم من، چجوری صادق لاریجانی میشه رئیس قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای میشه دادستان، با چه متر و معیاری؟ اون محمدی گیلانی که الان داره جون میکنه، داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، 35 سال جنایت کرد. این آدم بدون شرافت انسانی، بانوی رو که به اعدام محکوم کرده بود، خانواده رفتن پیشش گفتن آقای گیلانی این بچه کوچک داره، رحم کن بهش. نگاه کرد، لبخند زده بود، بله بله، و حکم تایید کرده بود. مهدوی کنی هم داره جون میکنه، بله ایشون هم داره جون میکنه و اینا جون خواهند کرد. خب خیلی میگم آدم افسرده میشه این چیزا رو میبینه، و برای اینکه یه لبخندی به لباتون بیاد، قبلا هم علیرضا رضایی خیلی قشنگ در یه مورد دیگه به این پرداخته بود، بالاخره گفت ایرانیا با وصلت امام حسین با بی بی شهربانو و شاهزاده شهربانو که دکتر احمد مهدوی دامغانی استاد بزرگوار و نازنین و عزیزم که سلام بهش میکنم، کتابی در این زمینه در آورد که بسیار زیباست و خیلی قشنگ نوشته، شاه دخت شهربانو دخت یزدگرد. خب گفتیم از اون به بعد دیگه اهل بیت فرزندان ایرانن، مادر ایرانی بوده دیگه، دختر همسر امام حسین و حضرت زین العابدین و بچه های دیگه امام حسین همه ایرانی بوده. یه حدیث میخوندم، یه روایت، اینقدر خندیدم، گفتم محمد حنفیه پسر حضرت علی برادر امام حسین بعد از کربلا به حضرت سجاد میگه آقا جان امامت مال منه، من پسر علی هم، برادران مگه نبودن؟ مگه حسن نبود؟ حسین نبود؟ حالا نوبت من. حضرت سجاد میگه نه مال منه، بیا بریم جلوی حجرالاسود. میرن جلوی حجرالاسود میایستن، محمد حنفیه میگه ای حجرالاسود امامت مال کیه؟ سکوت، صدایی نمیاد. حضرت سجاد میگه، حجرالاسود شروع میکنه گریه کردن، ای جان به فدایت بشم بمیرم که تو کربلا چی کشیدی، مریض بودی، معلومه امام توی، یعنی عمو و برادرزاده برای اثبات ولایت و امامت این ناچارم بدن از حجرالاسود، از یه تیکه سنگ گواه بگیره. آخه اینقدر دروغ و فریبکاری، این بهار انوار مجلس 128 همش پر این چرندیاته، بقیهش هم همین چرندیات هست. 1000 سال ما رو فریب دادن این آخوندا، 1000 سال دروغ و دقل به اسلام بستن، بیچاره ائمه رو تبدیل کردن به یک
به خودشون یه چیز ساختن به اسم ائمه، همش دروغه. در کربلا علی اصغری نبوده، علی اصغر پسر بزرگ امام حسین بوده، اصلا امام حسین بچه شیرخواره نداشته. دروغه، تاریخ ثابت میکنه. هرگز مردی که دلاورانه در کربلا میره بچهشو سر دست نمیگیره به این رحم بکنه. به لبان تشنه علی اصغر هرملن با تیر بزنه تو گلوش که روزه داغتر بشه، که هلالی جفتک بیشتری بزنه. چه بگویم حالا. اما بریم با یک دانشمندشو، دانشمندشو آقای پور از غدی بریم دیگه. حالا ما با اهل بیت که همه ایرانی شدن دیگه، جزو فرزندان بی بی شهربانو بودن، شاه دو شهربانو. خب امام زمانمون هم که مسیحی زاده است، پس درست شد دیگه پیوند. گفتش که ای شیعه، ای مسیحی، ای زرتشتی، پیوندتان مبارک. نگاه کنید آقای پور استاد بزرگوار، پیروان همه انبیا و مصلحان تاریخ با مهدی خیشاوندی دادن. این خیشاوندی باید پیدا بشه. حالا من خودم که یه وقتی تعبیر به ذهنم آمد که شاید اینکه ایشون مادرش اروپایی دیگه، مادر حضرت مهدی جناب نرجس، میدون اسمشون هم که ملیکه ملیکا بود، نرگس گفتن چون نرگس اسم طبقات برده و کنیز بود، اسم مستعار گذاشتن که اینا نفهمن که ایشون جزو خانواده های مطرح و بزرگ امپراتوری رومه. ایشون میدونید از طرف پدر و مادر، از طرف چیز، به اشعیا به وصی حضرت عیسی بس، یعنی ایشون در واقع از نسل حواریون حضرت عیسی سلام الله علیه. یه وقتی من به ذهنم آمد که شاید این که حضرت مادرشون مسیحی و اروپایی است، غربی است و مسلمان میشه و از نسل حواریون حضرت عیسی است و پدر شرقی و فرزند پیامبر، در واقع ایشون انگار فرزند هم مسیح هم و حواریون مسیح و هم فرزند پیامبر اکرم هم. من تعبیرم این بود که مهدی نیم. میدونی اینا رو چرا میگه؟ بخواهم بگه اینا روشن فکرن، پیوند مسیحیت و اسلام از این طریق عملی میشه. اولا چرا هویت یک کنیز رو قایم بکنن؟ به اسارت گرفتن بیچاره رو. تو همه فیلم های حریم سلطان میبینیم دیگه، دختره بدبخت رو برمیدارن میارن از دربار پدرش، از نمیدونم خاندانهای معروف، به اسارت میارن که سلطان عثمانی حال کنه. در اول اسلام همینجور اینا به عنوان برده میوردن. مگه شهربانو چجوری زن امام حسین شد؟ عمر وقتی دختران یزدگرد رو آوردن و بزرگان ایران رو، نگاه کرد و به حضرت علی گفت اینا شایسته پسران تو هم که جزوه نوبلی اشرافین، اینا نباید بهشون توهین بشه. بنابراین میمدن دختره ایرانی رو تو سرشون میزدن با قل و زنجیر و چه کار باید. این دختره ایرانی چنان دلاور بودن در اون زمان که در خانه مردی وارد میشدن ادبش میکردن، که مدتی بعد زنهای عرب رفتن به عمر شکایت کردن که شوهرای ما دیگه به ما نگاه نمیکنن از وقتی این دختره ایرانی رو گرفتن. وادار میکردن مرد عرب رو هر روز خودشو بشویه. شستن اونجا مطرح نبود. به هر حال این نکته رو میخوام بگم. این چرندیاتی که اینا میگن، ملیکه بوده اسمش، حالا ملیکه میدونید توی همین سریال حریم سلطان زیاد ملیکه میگفتن، ملیکه بوده کردنش نرگس که بگن از طبقات پایین بوده، نه، کنیز بوده و کنیز هیچ لزومی به اسلام آوردن نداشته. ایشون هم اسلام نیاورده، اصلا هم در متن وجود نداره که ایشون اسلام آورد. همه اینا بی ربط. آیون اینقدر به مردم دروغ نگید. این مثلا دانشمندشونه. از هلالی که انتظار نداریم، که از آخوند دانشمند بی دانش که انتظار نداریم. این آقا استاد دانشگاه است. این آقا میخواد بشینه جست دکتر سروشی بگیر. اولا یه مقاله دیدم از فرزند دکتر سروش، سروش دباغ، بسیار مقاله قشنگ جوابی داده بود به این آقای جواد طباطبایی که خیلی خودشونو بالا گرفتن و شدن خدای علم و دانش، مغرور، توهین، توهین‌آمیز نوشته بود به عماد الدین باقی و به چند نفر. با چه توهینی؟
من واقعا تعجب کردم، آدمی که خود رو خدای حکمت و فلسفه و اخلاق میدونه. درنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردیم و بقیه قضایا رو براتون برخواهم شما و تحلیل خواهم کرد. کار قشنگ به دزای معین نیده بودم. حضورتون عرض کنم که باز قبل از اینکه بریم سراغ عراق، چند تا نکته هست که میخوام بهش اشاره بکنم. وزیر همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی خانم مایکل، که بعد میشل بعد گفت ماشابانه، اومدن با آقای روحانی دیدار کنن. ملاحظه کنید منظر رو چقدر تلخه. چرا باید یک بانو سرشو خم بکنه؟ نباید این کارو بکنه. در واقع آقا باید این کارو میکرد، آقای روحانی باید سری خم میکردن. و این کار آقای روحانی که تو غرب بوده، روابط رو اینا رو میدونه، نوع رفتارش قشنگ. این بانو انقدر حرمت گذاشته بود برای اینا که موهاشو پوشونده بود، لباس بلندی پوشیده بود. این آقای روحانی بود که باید سرش رو جلوی او فرو میآورد، نه این بانوی آفریقای جنوبی. بسیار اینا اخلاقیات ایرانی رو زیر سوال میبره. یه تصویری هم دیدم که آقای جلیلی بالاخره به امامت آقای روحانی اعتراف کرد و پشت سرش نماز خوند. اینم تصویر جالبی بود که آقایون ردیف شدن همه در ریاست جمهوری و در چهار روز انتخابات بعضی از نامزدها هم هستن. آقای قالیباف رو داریم میبینیم اونجا که هستن، آقای حداد عادل رو میبینیم، آقای دکتر عارف رو میبینیم. بله اینا همه هستند و نماز میگذارند به امامت حسن روحانی، که من تصور میکنم در تمام عمرش آقای حسن روحانی چندان توجهی به این قضایا نداشت. آقای محسن رضایی هم هستن و به هر حال دوستانه میگویند و میخندند. حکایتی رو براتون بگم که مرحوم پدر همسرم نقل میکرد و خیلی حکایت جالبی بود. میگفت روزی در که البته من این رو از در یک جایی هم خوندم که جالب بود به شکل دیگری شد، که نشسته بودن و در مجلس و مردم با عشق تماشا میکردن. مجلس داغ دوره 15 هم بود، مثل اینکه دکتر مصدق و سید جادین طباطبایی و اینا، یکی هر کدوم یه طرف مجلس رو گرفته بود. و گفتش که دکتر مصدق عینکش رو نیبرده بود. گفت ای داد من عینکمو نیبردم. سید جایدین عینکش رو در آورد داد به دکتر مصدق، زد به چشمش و گفت به به چقدر خوب میبینم. یکی از ظرفای مجلس گفت بله، هر دو از پشت یک عینک میبینید، ماها هر کدوم هستیم که داستان رو به گونه دیگری میبینیم. حالا آقایونم دوره هم جمع شدند و مراسم سرور و شادی و اون حرفا رو هم به هم توی انتخابات زده بودن. خب هست دیگه، اینا مبانی دموکراسی اسلامی است. آقای روحانی یه مصاحبه مطبوعاتی داشت، به نظرم مصاحبه مطبوعاتی خوبی بود. کمتر دیده بودم در جمهوری ولایت فقیه مصاحبه مطبوعاتی اینجوری باشه. شاید کمتر دیده بودم خبرنگاران از ترس گرفتاری به خودشون جرأت میدادن چنین مسائل رو بیان کنن. از جمله خبرنگار ابتکار بود، که حالا اون خبرنگار خبرگزاری فارس نیوز که مال سپاهه بماند، که اصلا فارس نیوز مرکز توطئه و دروغه، مرکز انتشار خبرهای چرند و دروغ، ولی روزنامه اعتماد بود یا ابتکار نمیدونم به کدومشون. در هر حال که اشاره به حقوق شهروندی کرد، منشور حقوق شهروندی که مکرر آقای روحانی در بابی صحبت کرد، خاتمی هم میخواست این کار بکنه نتونست. خاتمی دو امر، یکی حقوق شهروندی، سه امر حقوق شهروندی، حدود اختیارات رئیس جمهوری و تعریف جرم سیاسی، مقام معظم رهبری نگذاشتن، از طریق عجوزه های شورای نگهبان جلوشو گرفتن. سه بار بله. حالا نگاه کنیم، خبرنگار سوال میکنه از آقای روحانی و پاسخ ایشون. خبرنگار اعتماد جناب احسان بوداقی، از آقای محسن عسکری خبرنگار بی بی سی ورلد سرویس هم خواهش می‌کنم که آماده باشه. سلام آقای رئیس جمهور. یکی از وعده‌های جناب عالی
اعاده حقوق شهروندی بود و هست. تو این زمینه هم به هر حال بحث نوشتن منشور حقوق شهروندی شروع شد. الان به جاست که بگید امروز دقیقاً این منشور حقوق شهروندی در چه مرحله‌ای قرار داره؟ آیا این منشور ضمانت اجرایی هم خواهد داشت؟ و آیا دولت برای اینکه این منشور راهکارهای اجرایی هم در نظر گرفته؟ و علاوه بر این پرسش برای خیلی از صاحب نظران الان مطرحه که با توجه به اینکه بخشی از نقض حقوق شهروندی داره در جاهای خارج از دولت صورت میگیره، دولت برای پایان دادن به این وضعیت چه کار میخواد بکنه؟ و در پایان هم آقای رئیس جمهور، من میخوام به عرضتون برسونم که یکی از همکاران رسانه ما خانم سبا آذرپیک مدتی است که در بازداشت به سر میبره. ما از شما تقاضا داریم که اگر میشه وضعیت ایشون رو پیگیری کنید و خانواده ایشون رو از نگرانی در بیارید. ممنون. بله، متشکرم. عرض کنم که موضوع حقوق شهروندی یکی از قولهایی بود که من در دوران تبلیغات انتخاباتیم به مردم وعده داده بودم که من بعد از انتخاب یک منشوری رو تحت عنوان منشور حقوق شهروندی در اختیار مردم قرار خواهم داد و تلاش میکنم برای اجرای اون منشور. منشور همطور که میدونید تهیه شد، تو همون 100 روز اول، هم پایان 100 روز اول منشور تهیه شد. بعد ما در اختیار افکار عمومی و اساتید دانشگاه قرار دادیم. نظرات بسیار زیادی راجع به اون حقوق شهروندی آمد که بخش حقوقی بنا شد که همه اون نظرات رو بگنجانه و اصلاحات لازم رو انجام بده. این کار تا اینجا انجام گرفته و همین اخیراً هم به من دادن، گفتن با اصلاحات ما انجام دادیم. این دیگه خود من باید یک دور دیگه این متن رو با مشاورینم بخونم و نهایی بکنم برای انتشار. امیدوارم انشالله تا پایان یک ساله دولت که 2 ماه باقی مانده این کار انشالله انجام بگیره و منتشر بشه. منتها نکته مهمتر اینه که حالا چجوری این منشور اجرایی میشه. مبنای این منشور همونطوری که قبلا من گفته بودم فصل 3 قانون اساسی و حقوق ملت هست و نکاتی که مثل فرمان 10 ماده‌ای حضرت امام یا فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام یا فرامین دیگری که در این زمینه مقام معظم رهبری داشتن، ما اینها رو هم مد نظر قرار میدیم در این منشور. به هر حال این طفلک همکار عزیز من، این خبرنگار، میخواست داستان خانم آذرپی رو بگه و یک کلام بگه آقا جان چی میشه حقوق شهروندی؟ حقوق شهروندی در کشوری که محمد تقی مصباح یزدی به رئیس جمهورش ناسزا میگه قابل اجراست؟ من بارها اینجا گفتم در جمهوری اسلامی به علت وجود این مجموعه مافیای قم، مافیای تهران، مافیای سپاه، حتی اگر کسی اصلا فرد برگزیده جهان باشه، فرانسوا میتران رو که خیلی من دوستش دارم بیاریم رئیس جمهور بکنیم، خدا رحمتش کنه، آقای بیل کلینتون رو بیاریم دایره رئیس جمهوری بکنیم، کاری میتونه بکنه؟ با بودن برادران لاریجانی، مافیای لاریجانی ها، با بودن مافیای سپاه، با بودن سردار رستم قاسمی، با بودن اسخر حجازی، با بودن حسین طائب، اینا میتونن کاری بکنن؟ حقوق شهروندی هم سرنوشتش مثل لوایحی است که آقای خاتمی بیچاره اومد بیاره و آخر با هر 9 روز یک توطئه روبرو شد. و بعد خبرنگار دیگری ازشون درباره اشتغال بیکاران و غیره و اینا پرسید، آدم‌های 4 شغله و تفلک سرش هم پایین انداخته بود. این خبرنگار آقای گلابی بود مثل این که بسیار شجاعت کرد و به نظر من خدا بهش رحم کنه. اما تزویر و نفاق و درویی که در تمام وجنات این نظام پیداست در این مصاحبه پیدا بود. خبرنگار سرویس بین‌المللی بی بی سی، آقا چرا جرأت
چرا با دروغ؟ خب آقا خبرنگار بخش فارسی بی بی سی، بی بی سی ناچاره عنوان بین المللی بذاره که شما بهش ویزا بدی، چون به تظاهر میگین در بخش، ولی تمام آدماتون با بی بی سی هم حرف میزنن، ادعا میکنین نباید حرف بزنن ولی صحبت میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، یه سرویس بین المللی جهانی مورد اعتماد دنیاست. خب روش دشمنانه‌ای هم که با شما نداره، حتی در قطع روابط روشش معتدل و گاه دوستانه بود. الان هم که خیلی زیاد و اصلا طرفداری از آقای روحانی از تمام لحظاتش میباره. خب چه اشکال داره بودی سرویس فارسی بی بی سی، بخش فارسی بی بی سی اشکالی داره مگه؟ چرا باید به دروغ بگید؟ بله ما بی بی سی فارسی رو راه نمیدیم، اما جهانی رو راه میدیم. آقای حسین موسویان با صدای امریکا مصاحبه میکنه به زبان انگلیسی. آقا شما فکر کنید با بخش فارسی صدای امریکا مصاحبه میکنه به زبان انگلیسی، چرا؟ وقتی رفت ایران یقش رو گرفتم که آقا من که اصلا من به زبان انگلیسی مصاحبه کردم برای اینکه مبانی اسلام ناب‌انقلابی محمدی رو ترویج کنم. باور کنید اگر من در موقعیت مسئول بودم و در صدای آمریکا و میگفتن آقای موسویان به زبان انگلیسی با ما مصاحبه میکنه، میگفتن مگه ایشون انگلیسی یا آمریکاییه؟ این برنامه فارسی صدای آمریکاست، ایشون باید به زبان فارسی مصاحبه بکنه. افتخاری هم نیست با آقای موسویان صبح. آقا ما خودمونو بشناسیم کجا هستیم، چرا باید دست صبحمونو گم بکنیم که پسر آقای خزعلی با ما داره حرف میزنه؟ چرا باید انقدر همچی بلرزیم که به به آقا داره پسر آقای خزعلی؟ بسیار خوب، پسر آقای خزعلی اومده حرفای درستی هم زده، در باب آقای نمیدونم مهدوی کنی هم حرف میزنه، اما چه چیزی به دانش ما اضافه میکنه؟ 10 سال پیش بنده زمین خوردن زمین رو که بالا کشید براتون گفتم آقای مهدوی کنی. حتما باید پسر آقای خزعلی بیاد بگه تا شما باور کنید. به هر حال باید یه مقدار در اگر رژیم روی تزویر و تظاهر فریبکاری و تقیه است، ما که نباید باشیم، ما چرا تقیه کنیم؟ ما باید قاطعانه حرف بزنیم. بی بی سی سرویس فارسیش باید بگه این یک سرویس محترم فارسی به رسمیت شناخته شده بین المللی است، اگر میخواهید خبرهاتون از جانب شما هم پوشش داده بشه، شما هم سخن بگویید، ما یه خبرنگار در ایران تعیین میکنیم میفرستیم. ولی جیم میور نباید بره از اونجا خبر برای سرویس فارسی بده. حالا این دفعه که خبرنگار ایرانیه. باری ببخشید قبل از باز رفتن به عراق یه نکته کوتاهی رو بگم. اسرائیل ناراحت بود از اینکه حماس دست از اون سیاستاش کشیده، سلطه و حکومت پرزیدنت عباس ابو مازن رو به رسمیت شناخته و دولت تشکیل دادن و آمریکا با این دولت تعامل میکنه، اتحادیه اروپا خوش آمد گفته و بنابراین اسرائیل نمیتونه بهانه بیاد اینا با تروریستا نشستن. نه، این دولت اولا حماسی توش نداره، ولی ابو مازن از حماس تعهد گرفته که کار تروریستی نکنه. کی این کارو میکنه؟ جهاد اسلامی، چون دستور رو از تهران میگیره. قاسم سلیمانی دستور میده آقا نباید بذاری حماس و فتح با هم دیگه یکی بشن، نباید بذاری ابو مازن آرامش برقرار کنه، به صلح دست پیدا کنه، برو یه جنایتی بکن. حالا اسرائیلی‌ها مراقبن، موشک نمیتونه بزنه، 3 تا شهروندو میدوزن. 3 روز اسرائیل روزگار رو بر مردم فلسطین سیاه کرده، 10 تن رو گرفته از جمله رئیس پارلمان فلسطین رو، تمام قولاش رو زیرش زده، پول فلسطینی‌ها رو قطع کرده. چرا؟ چون به دستور سپاه قدس آقای رمضان شله فرمانده جهاد اسلامی به افرادش گفته بریم بگیریم، خودش که اونجا نیست که هزینه پس بده، بریم بگیریم.
سه تا اسرائیل رو بدوزیم، ما رو دوباره یه سال دو سال بندازیم تو بدبختی، صلح هم خبری نباشه، آمریکا هم دیگه بی‌اعتنا بشه. این نقشی که این رژیم ما در منطقه، اینا حمایت از مسائل ملی نیست. من دیروز گفتم سیاست رژیم در عراق ضمانت از مسائل ملی، ما شما مداخله نکرد چون نیرو نفرستاد، اینا چرنده. دو گردان قدس رو من دو تیپ قدس رو فرستاد، برای چی؟ مگه نفرات تو عراق کم دارن؟ آدم ندارن، ارزه ندارن، مالکی بی ارزه است، لیاقت فرماندهی کل قوا رو نداره در عراق. یه مش بچه شمفروش رو برشته برده توی سامن را جیخ بزنن، عربده بکشن، عکس خمینی رو بزنن رو ماشینشون، عکس خامنه ای رو، که سونیا بگن دیدین گفتیم اینا نوکرای ایران هم. اینا بسیجی های ایرانی هم. خدا یه ذره عقل به آدم میداد، مملکت شو اینجوری نابود نمیکرد. امروز نیچیروان بارزانی قبل از رفتن به تهران یه مصاحبه مفصل داشت با تلویزیون العربی و الحدث، و خبرنگار حدث و العربی باهاش گپ جانانه ای زد. فوق العاده این جوان خردمند، فرزند زندیات ادریس بارزانی، برادرزاده مسعود کاک مسعود، حرفای معقول و منطقی و دقیقی زد. خبرنگار پرسی ها شما از وضعیت سوء استفاده کردین، پریدین رفتین کرکوک رو گرفتین جای دیگه. گفت ببین، اولا ما یک قدم فراتر از مرزهای کردستان نرفتیم. ما جاهایی رو رفتیم که طبق نقشه و طبق بند فلان قانون اساسی و مبنای رفراندوم گذاشتن جزو کردستان تاریخی محسوب میشه و باید در اونجا رفراندوم بشه. این یک. دو، دفتر آقای مالکی از ما خواست که بدو این که موسی رفت فلان، الان کرکوک هم میره، ما رفتیم و نقاط دیگری رو که رفتیم توش حضور داریم. خبرنگار با زرنگی کرد، گفت خب شما که تا اینجا رفتین چرا موسی نرفتین؟ گفت ها، آقای مالکی تا این لحظه از ما نخواسته، اگه خواسته بود موسی هم آزاد میکردیم. ایشون بالاخره رئیس دولته، ما اقلیم هستیم، جزئی از حکومت فدرال. پس ایشون اگر از ما میخواست ما میرفتیم و اونجا هم با داعش و بقیه میجنگیدیم. خبرنگار باز، آقا این داعش جنایتکارم، دست نگرد. فقط داعش نیست، داعش جزء کوچکیست، بقیه عراقی هن، سنی های ناراضی هن. راه حل این ماجرا سیاسیست. دیروز صحبت میکردیم با هم، راه حل سیاسی است نه امنیتی نظامی، و به این ترتیب باید در بغداد اقطاب سیاست، رؤسای عشایر، رؤسای احزاب بنشینن، گپ و گفت داشته باشن، یک دولت ائتلافی تشکیل بدن. من واقعا شادمان شدم که نیچیروان بعد از سالهایی که تجربه کسب کرده به این درجه از لیاقت و درک و دانش رسیده. یه نکته رو من بهتون بگم، نیچیروان خیلی کوچک بود وقت، اصلا شاید به دنیا نیامده بود وقتی پدر آمد به ایران. زنده یاد ملا مصطفی بارزانی و خانواده و فرزندان و ایل و پیشمرگه ها آمدن به ایران. شاه فقید در کرج به اینا امکانات وسیعی داد، خانه های بسیار زیبا، ویلاهای قشنگ، من رفته بودم اونجا. و خب بعد از درگذشت ملا مصطفی که بعضی از این گروه های چپول رفتار نابجایی کردن، در اشتویه قبر ایشون رو شکافتن، والا امروز مزارش در کردستان عراق و چه با عظمت و مورد تقدیر مردم. و براتون گفتم من در امید ایران یه مقاله نوشتم درباره پیر کوهستان و تصویری از او داشتم در حال بازی شطرنج. دو روز بعد تعدادی کرد با لباسهای کردی که مسلح هم بودن اومدن دفتر من، دیدار کردیم و گفتن کاک مسعود میخواد شما رو ببینیم، کاک ادریس. بسیار عالی، من قبلا رفته بودم خود ملا رو دیده بودم در کرج و
قرار گذاشتیم کاکر دیس ما رو به نهار برد کلوب فرانسه، 7-8 نفر بودن و رفتیم نشستیم و غذایی خوردیم و با هم گپ زدیم. بسیار خوشحال بود از اینکه تو اون فضا که بهشون بد میگفتن بعضی از این گروه های چپی، من تقدیر کرده بودم از مقام ملا، ملای بزرگ کوه، عقاب کوهستان گفته بود. نیچیروان پسر اوست و تمام مدت در ایران درس خونده، دانشگاه رفته، زبان فارسی رو بسیار زیبا حرف میزنه ولی در زبان عربی که مشکل داره، مصاحبت باشم امروز به زبان کردی میکرد و همونجا همزمان ترجمه میشد. بسیار خوب حرف زد، تأکید کرد به این که ما مطابق قانون اساسی سرزمین هایی داریم متناو علیها که سرش اختلاف نظر داریم، درگیریم، اینا باید با رفراندوم تعیین بشه. و بعد اشاره کرد که خانقین، از خانقین شروع میشه میاد، و اشاره کرد که من به شما اطمینان میدم ما قصد توسعه طلبی نداریم، شرایط حساسی است در عراق و باز تاکید میکنم راه حل نظامی امنیتی نیست، سیاسی است. آقای جو بایدن امروز پاسخ داد که به آقای روحانی که بله ما حاضریم در مورد عراق با ایران گفتگو کنیم. این که به ایران اجازه بدن بره تو ادن اصلا همچین چیزی نیست، محال اجازه بدن، گفتگو کنیم و تمام گفتگو بر سر مالکی است. امریکایی هم فهمیدن مالکی موجودی است که بقاش چیزی از عراق باقی نخواهد گذاشت. همین آقای حاتم داشت، رهبر عشایر شمال عراق، داشت مصاحبه میکرد با تلویزیون العربی و تلویزیون الحدث و خیلی و همینطور با تلویزیون اسکای عربی، خیلی صریح و روشن گفت مالکی که بره تفنگ ها میاد پایین و گفتگو آغاز میشه. حقوق ما باید به رسمیت شناخته بشه. اگر حقوق ما رو بدن ما اهل جنگ و دعوا نیستیم. الان داره صحبت میکنه و خیلی قاطعانه گفت، گفت ما نه ضد مملکتمونیم، نه ضد دولتیم، نه ضد پروژه سیاسیم، نه ضد کیان جدید عراقی هستیم، کما اینکه قبلا اومدیم با تروریستا جنگیدیم و الان هم داریم میگیم که این گروه داعش 5% هم نیستن. ولی اگر مالکی بره کنار ما قادریم آرامش رو به عراق بازگردونیم. مالکی بره که بشود دولت ائتلافی در عراق درست کرد و این در واقع میگم این یک وعده ایست که امیدوارم تحقق پیدا بکنه، امیدوارم عقلانیت به خرج بده جمهوری اسلامی، امیدوارم آقای خامنه یک بار هم که شده به ندای عقل و منطق و مصلحت ملی پاسخ بده، دست از حمایت مردی که عراق رو ویران کرد نوری جواد المالکی برداره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.